таваллудҳое ки ҷаҳонро ларзонд. Салом дӯстон, ба як барномаи зебои дигар аз канали Некатоп хуш омадед. Даврони ҳомиладорӣ шояд як даври ҷодуӣ ва нотакрор барои занон ба ҳисоб равад, аммо ҳар зане дар ҷаҳон ба тарзу усули худ ин рӯзҳоро паси сар мекунад. Ҳар яке аз онҳо барои кӯдакони худ хавотиранд. در برنامه امروز ما عجیبترین مادران را با عجیبترین کودکان به شما معرفی میکنیم. از مردی که 13 زنی حامله‌دار دارد تا زنی که برای دومادش کودک تولد کرده است و باعث حیرت مردمی جهان شده است. در آخر برنامه باشد شما کودکانی را خواهید دید که به شکل پریهای بحری میباشند. در کانال نکاتوب آب نشده زنگل را پخش نمایید، یک لایک دیگر و ما رولیک را سر میکنیم. رفتیم. و چون همیشه باید ما به شما خاطر رسان کنیم که دوستان ما از شرکت 1X به شما با پرمکاد نکاتوب $100 بونس آماده کرده گند و اکنون تماشای بازی های دوست داشتهتون باز هم جالب تر میگردد، چون که شرکت 1X به شما بهترین و بلندترین کیفیت را پیشنهاد میکند. معلومات بیشتر و سیلکا در کامنتری اولین ذکریپیت کرده شده گه. در این جهان هر کس استعداد مخصوصی خود را دارد، اما این زن استعداد عجیبی دارد. زنی که بچه‌دانش را به اجاره می‌دهد و همچون جای‌نشین برای آیله‌هایی که نمی‌توانند صاحب فرزند شوند تولد می‌کند. او تا حال 14 کودک را تولد کرده است. در یکی از تولدهایش 3 کودک تولد کرد. این زن مادر دو دختر است. او از اینکه به آیله‌های بی‌فرزند کمک کرده توانست شاد است، اما او در این کارش مخالفان هم داشت. آدمانی که او را نفهمیده فکر می‌کنند که این زن به خاطر پول این کار را می‌کند، اما آیله‌هایی که صاحب فرزند شده‌اند از این زن خیلی می‌ندارند. او حالا با همه این کودکان علاقه دارد و با خاطر پیشرفت های این کودکان افتخار میکند. این زن هندی در سن 74 سالگیش توانست با کمک واردارکنی سنعی صاحب دو فرزند شود، یعنی پس از ده ها سال انتظاری عاقبت به آرزوهایش رسید و صاحب یک دختر و یک پسر شد. او لقب پیرترین زن جهان را از خود کرد که دو کودک تولد کرده است، اما نام این زن در کتاب گینس ثبت نشد، زیرا حجت هایش برای اثبات کردن سن سالش بسنده نبود. پیش از او یک زن دیگر هندی که 70 ساله بود صاحب این رکورد بود. هرچند که این زن رسما نتوانست نامش را در کتاب رکورد قید کند، اما او از این دو هدیه خداوند خیلی خرسند بود. با یک نگاه به عکس این مرد خیلی ها شاید بگویند که فتوشاپ عجب کارهایی میکند، اما با تر معلوم میشود که این عکس نتیجه فتوشاپ نیست، بلکه طبی معاصر پیش رفته است و امکانی تولد کردن را به هر کس میدهد. این مرد اکوادوری بوده، زنش کودک تولد کرد. این جوان میگوید که هر آیله قانونهای خود را دارد. البته باید گفت که این جوان خود یک دختر بود، اما به خاطر که به سردان مونند بود و باید آیله دار میشد، چیز پیش روحش را نگرفت. ولی بعضن انسان ها این گونه باعث حیرت دیگران میشوند. مادران در ماه نهمی حامله‌داری خیلی خوب احتیاط میکنند تا کودکانشان سالم و بردم تندرست تولد شوند. کاری کم میکنند و شاید هیچگاه به آشیانه های نهم نبرایند، ولی اگر کاتیا این زنان را بیند حتما میخندد. این زن 38 ساله منتظم به ورزش مشغول است و حتی به خاطر حامله‌داریش ورزش را ترک نکرده است. زنی که در حامله‌داریش تنگه 100 کیلوگرم را برداشت، او گفت که ورزش برای مادر خوب بوده، به رشد کودک نیز کمک میکند. حاملگی اصلا بازن این خلال نمیرساند، این فکری اوز. و در این باره شما چی گفتنی دارید؟ میتوانید فکرهایتان رو در کامنتر بنویسید و ما نوار امروزمون رو دوام میدهیم. سال 2016 در آلمان کودک تولد شد که وزنش به 400 گرم و قدش به 22 سانتی متر میرسید. زمانی پیش زنده موندن این گونه کودکان غیر امکان بود، اما با کمک تکنیکای معاصر و طبیبانی خوب کودک روز به روز بهتر شد و از کودکان دیگر آنقدر هم فرق ندارد. زمانهای پیش کودکان اکثرا نترس تولد میشدند، ولی برای زنده موندن آنها باید حداقل 7 ماه را در شکم مادر میماندند. اما حالا همین چیز تغییر یافته است. این زن از فلوریدا ایالات متحده آمریکا میباشد. او کودکش را در هفته 21 یعنی در ماه 5 تولد کرد. کودک تنها 280 گرم وزن داشت، اما با زحمت و کوشش های طبیب امروزه او سالی 7 است که فرق زیاده با دیگر کودکان ندارد، یعنی زنده موند. مردان بی‌زن بسیار وقت آرزوی زن میکنند.
همین طور نه دوستان، میتوانید در این فکری من روزیگی خود رو در کامنتار بنویسید، ولی بعد از اویلا دورشوی فکرشون تغییر مییابد و ارزو میکنند که باز به دوره بزنی بازگردند و حتی در همین فکر هم میتوانید شما فکر خودتون رو بنویسید. اما مردانی که بعد از اویلا دور شدن باز میخواهند با چندین زن دیگر اویلا دور شوند خیلی کم یافت میشود. این مرد باشد با 13 زن اویلا دور شده همه آنها را در یک خانه قرار داد. این چنین همه این زنان در یک خانه یعنی در یک زمان حامله دار میشوند. این اتفاق تا حال در جهان تکرار نشده است. زنانی که با همدیگر دوستی خوبی داشته همه‌شان در انتظار کودکانشان میباشند. خب این البته که معجزه است در زمان امروزه ما. این زنی 55 ساله انگلیسی برای داماد دو دخترش فرزند تولد کرد. این اتفاق دقت مردم جهان را به خود جلب کرد. دختر و داماد این زن 53 بار کوشش کردند اما باز هم نتوانستند که فرزنددار شوند. این زن تشویش دختر و دامادش را دیده به آنها پیشنهاد کرد که کودک را خودش تولد کند. هرچند دختر و دامادش در اول با این کار مخالفت کردند اما بعدتر وقتی فهمیدند که فرزنددار نمیشوند پس به این فکر راضی شدند. این زن با راه باردارکنی سنعی فرزند دخترش را سالم و بردم به دنیا آورد. البته پیش از شروع این کار او مجبور شد که 38 کیلوگرم وزنش را کم کند. بیبی که از یک جهت مادری نبیرهش به حساب می رود. او دنیای از شادی را به دختر و دامادش هدیه کرده است. البته این فکر به گفت شما می تواند خطا باشد یا اینکه درست و به هر حالی که نباشد می تواند نظریات خویش را در کامنتار بنویسید که این پیرزن کاری درست کرد یا اینکه نه. پریهای دریایی فقط برای افسانه ها نیستند. با این کودک نگاه کنید. این دختر مثل پری دریایی تولد شده است. پاهای او مثل دم ماهی به همدیگر چسبیدند. طبیبان گفتند که از دستانش کاری نمی آید. والدین این دختر همه کوشش های خود را کردند تا کودکشان احساسی بدی نکند. این دختر توانست آبازی را یاد گیرد و برقصد. اما متاسفانه این دختر در سن 10 سالگیش با تاسیس یک زکام عادی فوتید. لقب اولین مرد حامله‌دار را در دنیا این کس از آن خود کرده است. اما این مرد میگوید که در زمان تولد به تحقیق و ناعدالتی دچار شده است. حتی نزدیکترین آدمان اویله هم به او کمک نکرده اند. تنها کسی که در این راه او را همراهی کرد این زنش بود. زنی که فهمیده بود که صاحب فرزند نمیشود. اگر شوهرش این کار را نمیکرد پس آنها مجبور میشدند که کودک را از سرپرستی بگیرند. گفته میشود که این مرد اول دختر بود. او توسط جراحی جنسیت خود را تغییر داده است. هنگامی تولد طبیبان این مرد را تحقیق کردند. آنها گفتند که حدی اقل ریشهایت را می تراشیدی و بعد می آمدی. اما با وجود همه این مشکلات آنها اویله خوشبختند و علاقه صاحبی فرزندی دویم شدند. این دختر نیز با مشکلی پری دریایی به دنیا آمده است. اما خوشبختانه طبیبان توانستند پایهای او را از همدیگر جدا سازند. دختری که حالا 6 ساله است و بالای پایهایش می ایستد. مهمتر از همه از زندگیش لذت می برد. تماشاگران عزیز سلام علیکم. همتون میدونه که شرکت ازیا مارکت با فروش داروهای گیاهی ارگینال سر و کار دارن و اینچنین به شما اپیمدیوم پاستا ارگینال ش توصیه می دهیم. اپیمدیوم پاستا برای با قوت کردن مردانگی و برآوردن خونوکی نایتری بولسون استفاده بردن می شود. شما در نمره که در روی اکران میبینید به شرکت ازیا مارکت از کانال کنکا توپ سلام میرسونید. می نویسیم با شما گپ میزنن که مثال چخل استفاده بردن می شود و اگر خواهید تخفیف کنه از نام کانال ما حتما سلام رسونید. نمره میبینید در روی اکران بهترین داروهای برادرو زنگ میزنن بعد استفاده بردنشون برادرو هستن که دوباره سه باری زکاس میکنن. با شما هم توصیه میتونیم. دستفکا با تاجیکستان و با روسیه هست.